در این ویدیوی چند دقیقه و بسیار کوتاه می که به چند تا پرسش و سوال بسیار عمده و مهمی که در ذهن اکثر از کاربران افغانستانی فضای مجازی وجود داره و به احتمال خیلی زیاد این پرسش ها هر از گاه در ذهن شما هم خطور کرده بپردازم و او پرسش های این است چرا فضای افغانستانی یعنی محیط افغانستانی در فضای مجازی قدر سمی مزر و تحواور و حتی کثیف است و پرسش دوم دو این که چرا تعداد کسانی که از این محتواهای مزر تولید میکنن ویدیوهای بد و سمی و زهراگین و تحو آور میسازن تعداد از این ها در فضای مجازی بسیار زیاد است و برعکس تعداد کسایی که محتوای خوب ارزشمند و مفید برای جامعه می سازن، تعداد از این بسیار کم و معدود است و پرسش دیگه این که چرا ملت ها و مردمان دیگه در اقصان قاط جهان از فضای مجازی از دسترسی به این اینترنت و به این موهبتی که در عصر ما وجود داره برای ارتقا و بهتر شدن و بهبود وضعیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعیشان استفاده میکنند اما ما مردم افغانستان به جز فحاشی به جز ترویج تنفر و نفرت های قومی و مذهبی و جنسیتی و زبانی بر علیه هم هیچ استفاده مفید و مثبت از این محبت یا از این فضای مجازی کنیم. و در نهایت این همه تقصیر کی هست آیا تقصیر کسانی هست که محتوای بد و مزیر تولید میکنند و یا هم تقصیر من و شمای مخاطب هست که محتوای زنار را مورد توجه قرار میتیم سلام و روز زیبا و قشنگ زمستانی و دلپذیر شما به خیر و خوشی شاید از لابلای برنامه های ما متوجه شده باشین که من علاقه خیلی زیاد به طبیعت، به جنگل، به قدم زدن در فضای باز دارم و هر از گاهی که برای قدم زدن در جنگل میوم، اینجا ذهن آدم هم فعال میشه و نظریات و گب های جالبی در ذهن آدم میه به او خاطر ما سعی میکنم که نظمی محیط و فضای باز و قشنگ استفاده بکنم که هم شما مناظر زیبای زمستانی رو ببینین و هم با هم دیگه چند دقیقه اختلاط بکنیم در بازار خرید و فروش و تجارت یک اصطلاح و یا یک مکانیزم وجود داره که میگه تولید بر حسب تقاضا یعنی هر محصول و هر چیزی که تقاضامند بیشتر داشته باشه مورد فروش بیشتر قرار بگیره و علاقمند بیشتر در بازار داشته باشه چیکار میشه؟ اون محصول به تولید انبوه میرسه یعنی چون خریدار هست کسانی که رو تولید و عرضه میکنن اینا تلاش میکنن که تعداد عظمی جنس یا شعر محصول را بیشتر و بیشتر بکنن تا از این طریق فایده بیشتر نصیبشان شود من فکر میکنم که عین مکانیزم در فضای مجازی بین تولید کننده و مخاطب هم صدق میکنه در فضای مجازی هر محتوایی که هر ویدیویی که بیشتر مورد توجه قرار بگیره اونمو ویدیو را یا اونمو محتوا را سیستم الگوریتم ها بیشتر پروموت میکنه و او بیشتر ترویج میشه و در نهایت باعث میشه که اون ویدیو یا اون محصول یا اون تولید بازدید بیشتر ببینه لایک و عکس های بیشتر را ببینه بگیره و در نهایت باعث تقویت و افزایش انگیزه در،, در, تولید کننده شود یعنی یک تولید کننده وقتی یک ویدیو رو میسازه وقتی ویدیویش مورد توجه قرار بگیره و بیشتر یعنی زیاد بازدید بخوره زیاد لایک و کامنت بخوره ولی لایک کامنت های فحاشی یعنی محتوا مورد توجه بیشتر قرار میگیره و ای باعث میشه که تولید کننده انگیزه بیشتر پیدا بکنه تا از همون تیپ ویدیو از همون موضوع ویدیو بیشتر و بیشتر تولید بکنه حالا او ویدیو اگر بد باشه خب تبدیل به یک سم تبدیل به یک زهر در ذهن و روان جامعه میشه و در نهایت ذهن و روان جامعه رو آسیب میرسانه همون رقم که گفتم در فضای واقعی خرید و فروش و تجارت تولید بر حسب علاقه هست یعنی تقاضا هست هر کسی که یعنی هر محصولی که بیشتر علاقمند و متقاضی داشته باشه از همون محصول بیشتر تولید عرضه میشه اما در فضای مجازی تولید بر حسب توجه هست یعنی هر محصولی که بیشتر مورد توجه قرار بگیره سیستم الگوریتم ها همون محصول را بیشتر پروموت میکنه بگذارین ساده تر بگویم در فضای بازار خرید و فروش و تجارت واقعی شما یک جنس را که علاقه دارین خوشتان می و نیاز دارین یک محصول را میخرین وقتی تعداد کسایی که از این جنس خوش آمد و خرید و خریدش بالا رفت او محصول بیشتر تولید میشه اما در فضای مجازی توجه کردن به یک محصول خودش به مسابه علاقه بخرید است. اما در دنیای مجازی شما لازم نیست که به اون شعی یا به اون محتوا علاقه داشته باشین یا از اون محتوا خوشتان به همین که شما برای چند ثانیه روی اون محتوا در صفحه موبایلتان مکس بکنین همین که اون محتوا را یا اون ویدیو را لایک بکنین یا دیس لایک بکنین یا هم بهش کامنت بنویسین یعنی اینکه اونمون محصول مورد توجه شما قرار گرفته بگذارید یک مثال ساده و عینی تر برتان بگویم مثلا در فضای تیک تاک فضای تیک تاک افغانستانی ها که سمیترین و زشترین فضا هست در اونجا شما میرین بعد میبینین که یک نفری اونجا نشسته لایو مرا یک ویدیوی رو منتشر کرده که در اون ویدیوی خود از قوم و از مذهب و از زبان شما بد میگه و ایش توهین و اهانت میکنه شما خشمگین میشین ناراحت میشین ویدیو رو لایک نمیکنین اما واکنش نشان میتین یعنی در برابر گفته ها و در برابر به حرمتی و احانت های اون آدم واکنش نشان میتین و یک کامنت می نویسین حالا اعتراض میکنین حتی فوش میدین به اون آدم در نظر خود شاید شما فکر میکنین که شما به وظیفه همو هویتی خود عمل کردین و وقتی کسی هویت شما را قوم شما را در معرض فحاشی قرار داده در برابرش واکنش نشان دادن رفتین به اون آدم مثلا دادن اما در حقیقت شما با همون فش خود با همون دیدن ویدیوی اون آدم به او آدم کمک کردن ویدیوی باعث شدن که ویدیوی او آدم بیشتر دیده شود چون وقتی شما روی اون مکس میکنین چون وقتی شما به یک محتوا به یک ویدیو عکس نشان میدین یا کامنت میکنین هزار نفر فرض بکنید شما فالوور دارید دوست دارید خودتان سیستم الگوریتم ها همه رو میدونه که شما با کیها دوست هستید و وقتی شما روی یک ویدیو و ویدیو محتوا مکس بکنید و کامنت بکنید برای الگوریتم مثلا مهم نیست که شما چی نوشته کردین اعتراض کردین فحاشی کردین هر کاری کردین برای الگوریتم های این مهم است که شما با عنوان یک کاربر به اینمی ویدیو عکس العمل نشان دادین و مکس کردین اون ویدیو رو دیدین چی کار میشه الگوریتم ها اونمو ویدیو رو در صفحه ی هم هزار نفر دوستانی که شما دارین یا فالوور دارین در صفحه از اونها هم او را پروموت میکنن، نشان میده و دوستان شما هم باعث میشه که درگیر از ما بحث شوه و برن کامنت بکنن اعتراض بکنن فهاشی بکنن و در حقیقت تمام یعنی فعالیت هایی که صورت میگیره همه ایشان سر جمع به نفع کسان تمام میشه یعنی به نفع اونم آدم تولید کننده تمام میشه همونی که شروع کرده به فهاشی یعنی شما در دل خود خوشحال هستین که برو از هویت خود دارین دفاع میکنین در برابر یک آدم فحاش استاد شدین. اما در حقیقت عملشان عمل شما به نفع اونا تمام میشه و به ضرر خودتان چرا به ضرر خود شما چون همون رقمی که گفتم وقتی ویدیوی اون آدم بازدید بیشتر بخوره خب امیر رقم اونو هر هزار نفری که شما در لیست خود دارید هر هر کدام از اونها هزار نفر دیگر دوست داره فالوور داره و به همین شکل اضافه شده میره و در نهایت اون آدم ویدیویش بازدید پیدا میکنه و فالوورهایش بیشتر میشه و در عین حال به درآمدی پولی و اقتصادی میرسد ضرری که به شما میرسد چیه در عین قدم اول ضرری که میرسه اینه که شما وقت خود را در برابر فحاشی او آدم ضایع کردین یعنی گذاشتن شنیدین که اون آدم به شما فحاشی بکنه این ضرر اولش که باعث ایجاد درد و زخم روحی و روانی در شما شده زرار دومش این است که اونمو آدم وقتی میبینه که یک ویدیوی فحاشیش به قوم و به زبان و به مذهب شما خیلی وایرل شده و خیلی بازدید زیاد گرفته و آدم انگیزه پیدا میکنه میگه خب من چرا در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنم اینمی موضوع بسیار خوب موضوع است اینمی مردم رو درگیر میکنه و اینمی بازدید زیاد پیدا میکنه و در نهایت اینمی باعث درآمد من میشه و او چیکار میکنه ویدیو دومش هم درباره قوم شماست ویدیو سومش هم درباره مذهب و در درباره فرهنگ شماست هی به شما میتازه و شما توهین میکنه چون او روان امو مکانیزم الگوریتم را میفهمه و روان مردم را میفهمه که هرچی چی توهین و فحاشی بکنه و اون مرق مردم احساساتی میشه و درگیر میشه وقتی درگیر شد در نهایت به نفع از او آدم تمام میشه یعنی باز هم تکرار میکنم وقتی شما به ویدیوی مزیر به یک محتوای غیر سالم و سمی و آشغال و زباله ذهنی عکس عمل نشان میدین کامنت میکنین یا مکس میکنین رویش حالا کامنت هم نکنین فقط همین شما بیش از سه ثانیه دو مکس بکنین در صفحه موبایل تان الگوریتم رو به عنوان یک شای مهم یک ویدیو مهم تشخیص میده و او وایرال میشه به هزار نفر دوست شما و به هر هزار نفر اون هزار نفر همین رقمی پخش میشه و او آدم در نهایت برنده میشه و شما وقت خود را، روان خود را ذهن خود را به خاطر جیب یک آدم دیگر در واقع به هدر داده خب پرسش که حال شاید مطرح نیست خب چیکار باید کرد ببینید من تلاش کردم که بسیار ساده البته من هم متخصص نیستم من در این قسمت سواد زیادی ندارم اما چون در فضای مجازی فعال هستم یک کم و توم در حد بیسیک و ابتدایی مکانیزم و کاربرد الگوریتم ها رو میفهمم به او خاطر توصیه من این است که دوستان شما لازم نیست با کسی با کسی دعوا بکنید با کسی فحاشی بکنید یعنی هر کسی که خوب شناخته شده است خیلی ها که فحاشی میکنن و خیلی ها که میان توهین میکنن و بحث های قومی رو مطرح میکنن اینا شناخته شده است چرایشان رایشان انمی آدم ها رو بگیرید بلاک بکنید و هر کسی که ویدیو از نارا باز نشر میکنه اونا رو بلاک بکنید حتی از نزدیک ترینا باشد چرا دهی اونم دو ضرره که در دیدنش کرده بودین ده اینج دو فایده میکنه در قدم اول ذهن و روان شما آرام میمانه یعنی شما دیگه اونقدر ناراحت نمیشین یعنی سم ذهنی زباله های ذهنی وارد ذهن تا نمیشه ذهن تا آرام و آسوده است به جای اینکه میرین ویدیوهای مزخرف و به مفهوم و مضر و سمی اون آدم ها رو میبینین برین یک ویدیو آموزنده ببینین که در روی یک نقطه یک چیز یک تلنگری در شما ایجاد بکنه که باعث تغییر مثبت در زندگی شما شود و در قدم دوم شما که مهمتر از همه هست که البته اردویش مهم است و این است که شما با اینمی کار خود جلوی ترویج نفرت پراگنی جلوی ترویج تعصبات قومی و مذهبی میگیرین چون آدم ها حمایت وقتی نشوه خب دیوانه نیستن که ادامه بیتن درسته وقتی کسی یک محتوایش مورد توجه قرار نگیره یک محصولش خرید نشه خب نمیخره که یعنی تولید نمیکنه یعنی بهترین راهش این است که ما با بلاک کردن آدم ها هم در واقع وقت خود را سیف کردیم وقت خود را بهش احترام گذاشتیم و هم ذهن و روان خود را در برابر اون بدگویه ها در برابر فحاشی ها و سم و زهر ذهنی محفوظ نگاه کردیم و در عین حال برای در جامعه هم خدمت کردیم خب به خاطر که ویدیو طولانی نشد در قسمت بعدیش من خیلی زیاد با تفصیل نمیرم یعنی همین کارهایی را که گفتم شما نکنید همی برعکس برای آدم هایی که محتوای مثبت انجام میده همی کارها رو بکنه یعنی یک آدمی که کار مثبت انجام میده محتوای مثبت تولید میکنه یعنی می آدمها رو لایک بکنید یک کامنت بنویسید چون اینمی یعنی کاربرد برای در, در این جه هم الگوریتم ها به همون شکل کار میکنه یعنی شما وقتی یک آدم مثبت را حمایت میکنین یعنی میره در صفحه مو ازار نفر شما و او هر هر در صفحه هزار نفر دیگه و در نهایت چیکار میشه هم شما به شخصه چیزهایی را در زندگی خود یاد گرفتین و زندگی تان مثبت شده زهن تان محفوظ مانده و حفظ شده در برابر سما و اینا و هم در جامعه خود خدمت کرده یعنی نیروهای تحصیل کرده نیروهایی که درس خوانده هست و نیروهایی که محتوای خوب تولید نکنند، اینا شوقشان ذوقشان بیشتر میشه انگیزه بیشتر میشه و این خب طبیعی است مثلا یک از کسایی که ادعا که من محتوایم خیلی مثبت است ولی ما وقتی ویدیو بازدید زیاد پیدا بکنه خب ما انگیزه و شوق داریم پیدا میشه که ما بیشتر و بیشتر و بیشتر از همین تیپ ویدیوهای آموزنده تولید بکنم و پخش بکنم وقتی که ویدیوهای ما کارهای ما مورد توجه قرار نگیره انگیزه در من روز به روز سقوط میکنه بنابراین شما یعنی هر کدام از ما و شما به اندازه یک کسی که محتوا تولید میکنه مهم هستیم یعنی می با با حمایت کردن محتواهای مثبت هم به خودتان به وقتتان به ذهنتان و از همه مهمتر به جامعه و به نسل بعدیتان خدمت بسیار بزرگ را انجام داده اگر موافق هستین با گفای من دیگه من نمیگم لایک کنین یا کامنت کنین یا عکس نشان بدین خلاصه اگر محتوای نمی برنامه به نظر شما یک محتوای مفید هست دیگه بقیش خودتان میفهمید تا برنامه دیگه خدا یار و نگهدارتان و خورشید زندگیتان همیشه تابنده باد.